خط خبرها. اعمال ضربه مهلک‌تر از طرف کاخ سفید به رژیم ایران در روز دوشنبه. واکنش روحانی به فعال شدن مکانیسم ماشه، تهدید نظامی آمریکا. اعتراف نماینده خامنه‌ای به عملیات ترور ترامپ توسط سپاه پاسداران. سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار رویترز: ایالات متحده روز دوشنبه تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی بیشتری را علیه ایران اعمال می‌کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 31 شهریور ماه تحریم‌هایی را علیه شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در زمینه برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحات متعارف جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کند. این خبرگزاری روز یکشنبه 30 شهریور در گزارشی به نقل از یک مقام رسمی ایالات متحده بدون ذکر نام نوشت که این تحریم‌ها تقویت کننده تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد که ایالات متحده آمریکا طبق مکانیسم ماشه از شنبه شب بازگردانده است محسوب می‌شود. به گزارش رویترز، تحریم‌هایی که دولت آمریکا اعلام می‌کند اخطاری به روسیه، چین و متحدان اروپایی است که ممکن است در صورت نقض آن با مجازات روبرو شوند. این گزارش همچنین می‌گوید که تحریم‌های جدید خریداران و فروشندگان تسلیحات متعارف با ایران را هدف قرار می‌دهد. این مقام رسمی ایالات متحده همچنین به رویترز گفت که پرزیدنت ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد تمام طرف‌های خرید یا فروش تسلیحات متعارف با ایران را ذیل تحریم‌های ثانویه قرار دهد و ارتباط آنها با بازار آمریکا را قطع کند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده شامگاه شنبه 29 شهریور در بیانیه‌ای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را که پس از اجرای توافق هسته‌ای سال 1394 بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی برچیده شده بودند رسماً اعلام کرد. مکانیسم ماشه و واکنش روحانی: آمریکا قلدری کند با پاسخ قاطع ایران مواجه می شود. آمریکا مکانیسم ماشه را فعال کرد و تحریم‌های پیش از برجام را دوباره بازگرداند. حسن روحانی در نخستین واکنش به این اقدام گفت: آمریکا اگر تحریم‌ها را اجرا کند با پاسخ قاطع ایران مواجه می شود. او نگفت منظور او از پاسخ قاطع چیست. حسن روحانی در نخستین واکنش خود به فعال شدن مکانیسم ماشه با اشاره به تلاش آمریکا برای بازگرداندن همه تحریم‌های پیش از برجام علیه ایران گفت: ایران زیر بار قلدری نخواهد رفت. روحانی روز یکشنبه 30 شهریور ماه در جلسه هیئت دولت تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها را شکست خورده توصیف کرد. آمریکا که دو سال پیش از توافق اتمی با ایران بیرون رفت، شب گذشته از فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن همه تحریم‌های پیش از برجام خبر داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را رسما اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه صحبت‌های خود از همه اعضای شورای امنیت و همچنین از روسیه و چین به خاطر ایستادگی آنها در برابر حرکت‌های غیرقانونی آمریکا قدردانی کرد. روحانی افزود: در صورتی که 5 کشوری که امروز در توافق هسته‌ای باقی ماندن به همه توافق و اصولی که در این توافق متعهد شدیم عمل کنند، ما هم به طور کامل به تعهد خود برمیگردیم. اینکه ما تعهدات برجامی را کاهش دادیم و کنار گذاشتیم به خاطر این بود که یک سال صبر کردیم و 4 به علاوه 1 در زمینه اقتصادی پاسخ مثبتی به ما نداد. روحانی تاکید کرد هر زمان 5 کشور به تعهدات برجامی خود برگردند، ایران نیز به تعهدات خود برمیگردد. این سخنان روحانی در حالی بیان می‌شود که 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا همگام با آمریکا به صراحت نسبت به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه ابراز نگرانی کردند و تاکید داشتند که با حکومت ایران باید در این باره وارد مذاکره شوند. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات آمریکا برای احراز مقام ریاست جمهوری، نیز گفته است اگرچه او تمایل دارد به برجام بازگردد، اما باید با جمهوری اسلامی بر سر برجام جدیدی به توافق رسید.
حسن روحانی درباره جزئیات اقدام قاطع ایران علیه تلاش‌های آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه توضیح نداد. اما این گونه سخنان رئیس جمهور ایران بارها پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه نیز بیان و تکرار شده بود. شرط ادامه همکاری‌های اقتصادی با ایران که روحانی بر سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام گذاشته، نیز پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 بارها از جانب او و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عنوان شده است. تحریم هایی که آمریکا پس از خروج از برجام و پیش از فعال شدن مکانیزم ماشه وضع کرده، ضربه سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد. روحانی بارها اعتراف کرده که شرایط فعلی ایران بدتر از شرایط سخت دوران جنگ 8 ساله با عراق است. ایران عملا میگوید حاضر است بدون آمریکا نیز به برجام پایبند بماند و تنها شرط آن ادامه همکاری های اقتصادی و بانکی سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای با ایران است. کشورهای اروپایی اگرچه با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران مخالفت کردند، اما با شدت گرفتن تهدیدهای آمریکا برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های مهم اروپایی و آلمانی به همکاری خود با تهران پایان دادند. کشورهای اروپایی به صراحت گفتند که برای حمایت از شرکت‌های بین‌المللی، به خصوص آنهایی که در آمریکا فعال هستند، امکانی ندارد و چنین شرکت‌هایی باید با توجه به منافع خود تصمیم گیری کنند. بنابراین این شرکت ها ایران را ترک کردند. نماینده خامنه ای در کیهان: ترامپ یکی از اهداف اصلی سپاه است. حسین شریعت‌مداری میگوید تهدید فرماندهی سپاه پاسداران برای انتقام گرفتن به خاطر کشتن قاسم سلیمانی جدی است و عملی می‌شود. سردار سلامی روز قبل گفته بود هر کس مستقیم و غیر مستقیم در کشتن سلیمانی دست داشته زده خواهد شد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان در سرمقاله روز یکشنبه 30 شهریور ماه روزنامه این مؤسسه به تکرار تهدیدهای روز گذشته فرماندهی سپاه پاسداران پرداخت و هشدار داد که این تهدیدها عملی خواهد شد. حسین شریعت‌مداری با اشاره به تهدیدهای مسئولان ارشد ایالات متحده و واکنش‌های علی خامنه‌ای به آنها در سالیان گذشته ادعا کرد. برخلاف آمریکا، سپاه همواره تهدیدهای خود را عملی کرده است. نشریه پلیتیکو به تازگی گزارش داده بود یک شبکه مخفی در سفارتخانه جمهوری اسلامی در پورتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی، در حال برنامه‌ریزی برای حمله به لانا مارکس، سفیر آمریکا در این کشور است. ظاهراً این حمله به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه، در حمله پهپادی نیروهای آمریکایی برنامه‌ریزی می‌شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به انتشار این گزارش در یک پیام توییتری نوشت: هر حمله از سوی ایران به هر شکلی که علیه آمریکا صورت گیرد، حمله ی هزار بار شدیدتر ما را در پی خواهد داشت. حسین سلامی، فرمانده سپاه، شنبه 29 شهریور ماه در پاسخ به این سخنان ترامپ گفت انتقام سپاه جوانمردانه و عادلانه خواهد بود و این کار با کشتن یک زن سفیر انجام نخواهد شد. تهدید به انتقام از ترامپ تا پایان عمر او. سلامی افزود: ما کسانی را میزنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم و غیر مستقیم نقش داشتند و شما بدانید هر که در این ماجرا نقش داشته است زده خواهد شد و این یک پیام جدی است. نماینده خامنه ای در مؤسسه کیهان ضمن تحسین سردار سلامی به خاطر اظهاراتش نوشت: ترامپ باید مطمئن باشد که تا پایان عمرش یکی از اهداف اصلی سپاه در تلاش برای انتقام خواهد بود و فرقی هم نمی کند که در پست ریاست جمهوری باشد یا نباشد. نیروی هوافضای سپاه چند روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش در نزدیکی فرودگاه بغداد چند موشک به سمت پایگاه عین الاسد در عراق که نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا در آن حضور دارند شلیک کرد. در این حمله کسی کشته نشد و تعدادی نظامی آمریکایی مجروح شدند. در این حال چند ساعت پس از این حمله، پدافند ضد هوایی سپاه که نگران حمله تلافی جویانه آمریکا بود، یک هواپیمای مسافربری اوکراینی را نزدیک فرودگاه تهران با موشک کروز اشتباه گرفت و سرنگون کرد که به کشته شدن تمام 167 سرنشین آن منجر شد.
سخنان تند فرمانده منصوب خامنه ای در سپاه و نماینده او در مؤسسه کیهان در حالی بیان شده که نشریه نیویورک تایمز گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی به خاطر نگرانی از عکس العمل آمریکا زیر دستانش را از رویارویی مستقیم با ایالات متحده منع کرده است. نیویورک تایمز روز شنبه با استناد به گزارش های اطلاعاتی که در اختیار مسئولان ارشد آمریکا و متحدانش قرار گرفته میگوید خامنه ای به خاطر نگرانی از حمله تلافی جویانه آمریکا و اسرائیل خواسته که در شرایط کنونی از رویارویی مستقیم با آمریکا پرهیز شود و فقط با گسترش عملیات سایبری موافقت کرده است. بنابراین گزارش رهبر جمهوری اسلامی همچنین دستور داده از اجرای طرحهایی مانند حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس یا تأسیسات نفتی کشورهای منطقه که نمونه های آن در ماه‌های گذشته رخ داده خودداری شود. به نوشته نیویورک تایمز گزارش های اطلاعاتی حاکی از آن است که رهبر جمهوری اسلامی بیم دارد هر گونه اقدام تهاجمی به جز عملیات سایبری با واکنش نظامی آمریکا روبرو شود و این مسئله به استقبال حامیان ترامپ از آن شانس او در انتخابات سوم نوامبر را افزایش دهد. افزایش رجزخوانی منصوبان و نزدیکان خامنه ای علیه رئیس جمهوری آمریکا در زمانی رخ داده که ایالات متحده با پایان مهلت 30 روزه فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در برجام موسوم به مکانیسم ماشه اعلام کرده که از بامداد 30 شهریور تمام تحریم های بین المللی دوباره علیه ایران اعمال می شوند. اعلام فعال شدن مکانیسم ماشه با واکنش مخالفت آمیز اعضای باقی‌مانده در توافق هسته‌ای مواجه شده، اما آمریکا قصد دارد از طریق تعیین مجازات برای اشخاص حقیقی و حقوقی که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را نقض کنند، برنامه‌های خود برای افزایش فشار حداکثری بر تهران را ادامه دهد.